من همیشه گفتم که شهناز سایه سر همه هنرمندان ایرانه، واقعا این رو بدون غرض و بدون شوخی میگم و همیشه خودشم میدونه. شهناز کسی هست که من که همیشه خدمت شما هستم، هوادار خانم ها چه در شعر و چه در غزل و چه در سیاست هستم، شهناز تهرانی یکی از دلیرترین زنان ایران در زمانی که هیچ کس روی صحنه نمی رفته و روی سن نمی رفته، ایشون رو خطرناکترین صحنه ها می رفته و خدمت شما سر برنامه اجرا می کرده. شهلا جون خیلی خوش اومده، بفهمید جناب. البته باید بگم استاد، از جناب نباید استفاده کرد در مورد شما، باید گفت استاد نوید اخگر. من اول از این که سپاسگزارم از این که من رو دعوت کردین و به ایدیا تی وی آمدم، برای من افتخار، به برنامه هنرمندان آمدم برای من افتخار. من درود میفرستم به یکایک شما عزیزان، تمام افرادی که برنامه شما رو دوست دارن، ایدا تی وی رو دوست دارن، شعرهای شما رو دوست دارن. درود میفرستم به تمام هموطنان خوب ایرانی که به من عشق دادن، محبت دادن، حمایتم کردن، سالیان سال حمایتم کردن. نوروزتون مبارک، نوروزتون پیروز باد و الهی که این روزهای غمگین و که نشاط مردم رو گرفته هر چی زودتر از بین بره، دوباره شادی، دوباره لبخند، دوباره عشق، دوباره زندگی دوباره بیاد. ما صورت شهنازه، صورت شهناز تهرانی رو، صورت شهناز تهرانی که نگاه میکنیم واقعا گل از گلمون میشکفه. این حقیقت میگم، به این خاطر که شهناز تهرانی بسیار بسیار ارزش‌های بسیار بسیار والایی رو در جهت سکولار کردن جامعه پیش برده و یکی از پیش قراولان به اصطلاح یک جامعه سکولار برای آینده ایران هست. شهناز تهرانی خودش به عنوان یک پرچم امروز مطرحه در یک جامعه سکولار، جامعه‌ای که همیشه با مذهب زن رو سرکوب کرده، همیشه با مذهب نگذاشته زن صحبت بکنه، و شهناز تهرانی وسط میدان به عنوان ملکه صحنه ها توی میدان بوده. بسیار دوستت دارم شهناز جون. استاد سپاسگزارم جناب نوید. من کوچیک همه مردم، من آنچه که در طبق اخلاص دارم، آنچه که این معرفت ایرانی بودن منه، معرفت و خون و ذات ایرانی بودن من و شماست و همه اونایی که ایرانی هستن و باید چنین باشم. اگر نباشم مردمی نیستم، اگر نباشم هنرمند نمیتونم باشم. هنرمند اول باید معرفت هنر رو داشته باشه، بعد هنرمند باشه. و ما اکثر هنرمندامون با معرفت هست، برای اینکه ذات و خون ایرانیه، ایرانیه، تمیز ایرانیه، پاک ایرانیه، یک دستی ما. من قبل از اینی که این صحبت رو با شما ادامه بدم، میخوام اعلام بکنم که شهناز تهرانی عزیزمون تولدش هست، اول فروردین تولد شهناز تهرانی عزیزمونه. ما میریم اولین خواستم این مدانم سپرایز بشی البته، اولین ویدیو کلیپ مشخص در مورد تولد شهناز تهرانی میبینیم، باز میگردیم به استودیو برای صحبت کردن با این عزیزم. آرمین استاتی خوش بگذارن، امشب تولد شهناز تهرانیه. دوستان همه با هم بخونیم سبدون 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 مبارک، مبارک سبدون مبارک، سبدون 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 مبارک، مبارک مبارک سبدون مبارک، سبدون سبدون مبارک، مبارک مبارک سبدون مبارک، سبدون 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 مبارک، مبارک شهناز
شبیه شمع که بازت میشه کشی که چکه بلادت عزیزم عشق شبیه شمع که بازت میشه کشی که چکه عزیزانی که پشت دور بین در استیدیو های تهرانی عزیزم، تولدت واقعا مبارک، بهت تبریک میگم، هم عید نوروز و سال جدید رو، هم تولد خودت رو، و امیدوارم که سالهای سال همینطور پر انرژی. من از یکی از بچه ها داشتم یک چیزی صحبت میکردم در مورد شهناز، بهش گفتم، گفت که نوید این ویدیوها از کجا اومده فلانا، گفتم شهناز داره چیز اجرا میکنه اینا، گفت ماشاءالله، فقط ازش بپرس که این همه انرژی رو از کجا میاره شهناز. گفتم انرژی تحقیق رفته، ولی خب شما نوید جان تولد شما هم مبارک، سال نو اون اعلامش نمیکنیم، کار به اون نداریم، اون فراموشش کن. تولد هر کسی که در اول عید به دنیا میاد، نوروز به دنیا میاد، مبارک باشه. فروردین عزیزم، I love you، تولدتون مبارک، انشالله که خداوند سلامتی و نعمت و برکت الهی بهتون بده و قلب‌های مهربونتون رو هدیه کنید به همدیگه، جز شادی و جز عشق و خاطره هیچ چی دیگه برای انسان باقی. مرسی عزیزم، مرسی عزیزم، خودت میدونی که زمانمون بسیار کوتاهه، میام که بعداً باز مجدداً ازت دعوت کنم، باز با لیموزین میام در خونتون، برات میدارم میارم تلویزیون، ولی الان چون امروز بسیار موقعیت کوچیکه، میریم یکی دیگه از کارهای خودت میبینیم و با شما خداحافظی میکنیم در حال حاضر، و امیدوارم که بهترین ها رو در سال جدید برای شهناز عزیزمون پیش بیاد. زنده باشید انشالله، سال 1400 مبارک، I love you، خدا نگهدارتون. متشکرم عزیزم.